به نظر من خیلی مشکل پیش بینی این که ایران به اسرائیل حمله مستقیم خواهد کرد یا نه. طبیعی است با شرایطی که پیش آمده مجبور دست به یک اقدامی بزنه، ولی راه حل های دیگه‌ای وجود داره. از جمله اونها اگر بخواید حرکتی برابر با حمله اسرائیل به سفارت، به کنسولگری که نزدیک ساختمان سفارت بوده در دمشق میتونه انجام بده، میتونه یکی از سفارت‌های اسرائیل رو به نوعی مورد حمله قرار بده. اگر چنین راهی رو بره، احتمالاً در یکی از کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی، متحد با جمهوری اسلامی، این کار رو خواهد کرد، ولی دور از منطقه، مثلا در امریکای لاتین یا در یک کشور افریقایی. اگر این کار رو نکنه میتونه حمله سایبری بکنه و مواردی بوده که دخالتی کرده، البته هیچ کدوم از اینها ضربه چندانی نزده، ولی میتونه بگه که حداقل در میان هوادارانش این مسئله رو مطرح کنه که جبران کرده حمله به سفارت، به کنسولگری رو. صحبت از این میشه که از حزب الله یا از جریان‌های دیگه متحد خودش کمک خواهد گرفت. من بعید میدونم، حزب الله برنامه خودش رو داره و به خاطر منافعش در دولت لبنان اگر حمله در خاک لبنان صورت بگیره هر حمله از اسرائیل درگیر میشه، ولی در رابطه با ایران درگیر نمیشه و این ربط داره به منافع حزب الله به ایران بی ربطه. حوثی ها همچنین، اونها الان پی مسائل دیگه ای هستن، دولت یمن غیره. مدافعان جمهوری اسلامی در عراق فعلا به نظر نمیاد در موقعیتی باشن که بتونن کاری بکنن، و اگه در عراق کاری بکنن تنها میتونن به ایالات متحده برخورد بکنن. در نتیجه مشکل ایران بیشماره. دخالت مستقیم نظامی گفته میشه میخواد، شایعه که میخواد انجام بده. همونطور که اول صحبت گفتم، من بعید میدونم، البته هیچ وقت نمیشه گفت حتما این کار صورت نمیگیره. دلیل اصلی که به نظر من این کار صورت نمیگیره اینه که ایالات متحده پیداست از ژانویه 2024، شاید قبل از اون، مستقیم و غیر مستقیم در تماس با جمهوری اسلامی و تهدیدها، و در این حال اگه بخواید فرای تهدیدها صحبت‌های دیگه‌ای با جمهوری اسلامی داشته. این رو تایمز اسرائیل میگه، نیویورک تایمز مطرح کرده، فاینانشال تایمز مطرح کرده. این پیغام ها به ایران دقیقه. اگر شکی درش بود، پیام دیشب بایدن در رابطه با اینی که حتما پشت اسرائیل خواهد بود تأکیدیست بر اینها، ولی میگم پیام های خصوصی به ایران زیاد رسیده. اگر نگرانی ها رو بخوایم صحبت کنیم، میشه ربطش داد به پیامد چنین اقدامی برای جمهوری اسلامی. پیامد اصلیش اینه که طبعا اسرائیل اون موقع حمله نظامی به خاک ایران و درون ایران رو میتونه توجیه کنه. برای اسرائیل این موقعیت بسیار خوبیه. اسرائیل الان گیر کرده در رابطهش با اروپا و در رابطهش با ایالات متحده. در بریتانیا، در برخی کشورهای اروپایی فاصله گرفتن از اسرائیل دلایل خیلی روشنی داره. ربطی به دفاع از مردم فلسطین یا نگرانی از گرسنگی و فقر نیست. نگرانی از اینه که مشخصا در بریتانیا، نگرانی از اینه که اتهام نسل کشی، اتهام پاکسازی قومی جدی
پیش بره در یک مقطعی و این کشورها میخوان خودشون رو حفظ کنن از اینکه یه روزی در دادگاهی در جایی قرار بگیرن که باید از این اتهام دفاع کنن و در نتیجه پیداست وضع اسرائیل وضع مناسبی نیست. حمله ای هم که به سفارت به کنسولگری ایران نزدیک سفارت در دمشق صورت گرفت، درست روزی صورت گرفت که ایالات متحده وتو نکرد قطعنامه شورای امنیت. در نتیجه اسرائیل میخواد ایران رو درگیر جنگ بکنه، اون وقت میتونه از بایدن از خیلی های دیگه کمک نظامی تا ابد رو تضمین کنه، میتونه دموکرات ها و جمهوری خواهان، حزب کارگر و حزب محافظه‌کار در بریتانیا، راست و میانه راست یا چپ در فرانسه و در همه کشورهای جهان رو در رابطه با ادامه جنگی در منطقه متحد خودش بکنه. در نتیجه از نظر اسرائیل سود این کار و اصلا دلیل رفتن پی چنین حمله ای این بوده که ایران رو درگیر یک جنگ منطقه‌ای بکنه. مسئله اینه که آیا جمهوری اسلامی بی اینقدر بی خبر از وضع جهان که خودش رو به چنین دامی بیاندازه یا نه. من بعید میدونم خودش رو به چنین دامی بیاندازه، ولی اگر این کار رو بکنه دخالت اول اسرائیل و بعد دخالت ایالات متحده در جنگ احتمالی حتمی است، به این معنا که اون موقع همه اختلافات بایدن نتانیاهو به کناری گذاشته خواهد شد، همه اختلافات وزارت خارجه بریتانیا و نتانیاهو، دو کشوری که من دنبال میکنم، حتما جاهای دیگه هم هست من دنبال نمیکنم، حل خواهد شد و ایالات متحده حداقل در سطح نیروی هوایی یا نیروی دریایی در چنین جنگ احتمالی درگیر میشه. ولی من فکر نمی کنم اینها نکاتی باشه که فقط ما بدونیم. جمهوری اسلامی در تهدیدهایی که مستقیم و غیر مستقیم از ایالات متحده گرفته میدونه این قضیه رو و این در حقیقت دلیلی است برای سکوتش در برابر 6 ماه نسل کشی، پاکسازی قومی مردم فلسطین، با همه شعارهایی که داده اقدام جدی نکرده، با همه شعارهایی که داده نیروی بازدارنده بوده، یعنی به حزب الله گفته لازم نیست زیادی درگیر بشید، در حد همین فرستادن یک پهپاد حمله جزئی خودتون رو قانع کنید و خودتون رو محدود کنید به مرز لبنان. همین پیغامی است که احتمالاً به حوثی‌ها هم داده و اگرچه حوثی‌ها گوش ندادن در مقاطعی تا اونجایی که شواهد نشون میده گوش ندادن به توصیه‌های جمهوری اسلامی، ولی توصیه ایران به مدافعانش در سوریه و عراق دقیق و روشن بوده، امریکا رو مورد حمله قرار ندید، مخصوصا بعد از حادثه‌ای که باعث کشته شدن 3 امریکایی شد. ما میدونیم که پیام جمهوری اسلامی کاملا روشن بوده. من همچنان فکر میکنم برخی از این سر و صدای 48 ساعت اخیر راجع به تهدید خامنه‌ای جواب بایدن رو باید در جنگ لفظی ازش استنباط کرد، ولی جمهوری اسلامی و ایالات متحده و اسرائیل توانایی این دارند که همه این فرضیه ها رو غلط نشون بدن.